به نام خدا. سلام، من وحید رحمانی فرد هستم و این چهارمین ویدیو از مجموعه آموزشی الگوهای طراحی است که توسط کانال آموزشی VRF Education در اختیار شما گذاشته میشه. امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره. در این جلسه قصد داریم به بررسی الگوی طراحی Observer بپردازیم. این الگو در دسته Behavioral قرار میگیره و از الگوهای پرکاربرد هست. هدف اصلی اون رو ارائه مکانیزمی برای خبردار کردن سایرین از اتفاقی است که در یک کلاس داره رخ میده، بدون اینکه نیاز داشته باشیم از ایونت ها و یا مکانیزمی مثل سیگنال اسلات در برخی از زبان های برنامه نویسی استفاده کنیم. به عبارت دیگه، یک ساختار اشتراک برای خبردار کردن مشترکان از اتفاقی که داره میفته میخوایم طراحی کنیم توسط این الگوی طراحی. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، این رو هم بگم که در روش های آنتی پترن یا غیر الگو که خیلی ها استفاده میکنن و حالا استفاده میکردن در قدیم، اینجوری بود که ما میمدیم یک نمونه از اون کلاس سابسکرایبرمون رو در کلاس پابلیشر یا همون کلاسی که توش اتفاق قرار رخ بده قرار میدادیم و متدهای اون رو فراخوانی میکردیم که یک روش فاجعه هستش. اما با استفاده از الگوی ابزرور دیگه ما نیاز به استفاده از این فاجعه نداریم. خب اگه به این شکل دقت کنید که از سایت refactoring.guru آوردیم، یه تعداد سابسکرایبر ما داریم و یه پابلیشر. این پابلیشر یه کارهایی داره میکنه که سابسکرایبرها منتظر یه اتفاقی هستن. مثلا اینجا فرض کنید قراره این توپا از دست پابلیشر من بیفته و اینها بخندن. خب خود پابلیشر میگه که من به شما میگم که قرار بیفته و شما راحت به کارتون برسید. نیاز نیست هی بیان منو چک کنید. یعنی چی؟ فرض کنید من یه مغازه دارم که قراره یه محصول جدید رو توی خودش بیاره. مثلا آیفون که خیلی ها دوستش دارن. اگه من مکانیزم ابزرور نداشته باشم، سابسکرایبر مجبور هر روز یه سر به فروشگاه بگه آوردین، اونا بگن نه برگرده، همین کارو انجام بده تا زمانی که محصول موجود بشه. اما تو راهکار ابزرور میگه شما خونه هاتون بشینید، من از طریق یه مکانیزمی که همون ابزرور هست که حالا اینجا به صورت نامه نشونش دادیم، من به شما اطلاع میدم. اگه خودتون رو پیش من رجیستر کرده باشین ها، من به تو اطلاع میدم که این محصول موجود شد. حالا یه تعدادی نیاز نداره، یه تعدادی ممکنه اونو دوست داشته باشه. خب بر اساس این ساختار ما دو نقش داریم، پابلیشر و سابسکرایبر. من سابسکرایبرها خودشون رو باید نزد پابلیشر رجیستر کنن توسط متدی مثل @subscriber یا setListener توی خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی استفاده می‌کنن و یه قابلیت هم برای اینکه خودشون حذف کنن باید در نظر بگیریم. البته خب پابلیشر یه لیست از یا یه آرایه از سابسکرایبرها داره. زمانی که یه اتفاق میفته کافیه متد نوتیفای سابسکرایبز رو فراخوانی کنه. این متد میاد کلیه سابسکرایبرها رو مطلع میکنه از اتفاقی که افتاده. یعنی ما توی متد نوتیفای سابسکرایبز متد آپدیت سابسکرایبرها رو فراخوانی میکنیم. خب نمودار UML این قضیه به چه صورته؟ یه سری کانکریت سابسکرایبرز من دارم، کلاس هایی هستن که واسط سابسکرایبر رو ایمپلمنت میکنن، یا حالا اگر توی زبانی مثل C++ که واسط نداریم یه کلاس ویرچوال باشه اون رو ارث بری میکنن و متد آپدیت رو پیاده سازی میکنن. به هر حال کلیه سابسکرایبرهای من متد آپدیت رو دارن. این سابسکرایبرها در کلاس پابلیشر رجیستر شدن توسط متد سابسکرایب و بعدا میتونیم اون رو آن سابسکرایبش کنیم. حالا این کلاس کارش انجام میده تا زمانی که یه اتفاق بیفته و من باید نوتیفای کنم سابسکرایبرز هام رو. وقتی این اتفاق میفته کلیه متدهای آپدیت توی این لیست فراخوانی میشن. این متد نوتیفای کاری نداره که این کانکریت ها چی هستن، فقط داره به اون متد آپدیت اشاره میکنه که هر کدوم از این کانکریت کلاس ها میان متد آپدیت رو بر اساس نیاز خودشون پیاده سازی میکنن. خب در صورتی که یکم گیج شدین نگران نباشین، در قسمت عملی اون رو کاملا و به صورت شفاف بر اساس یک مثال عملی براتون میشکافیم تا درکش کنیم. خب در صورتی که اگر یکم گیج شدین اصلا جای نگرانی نیست، در قسمت عملی سعی میکنیم با یک مثال ساده و کاربردی عملکرد این الگوی طراحی رو با هم بررسی کنیم. با ما همراه باشین. خب بریم سر وقت بررسی مثالی که میخوایم برای الگوی طراحی Observer پیاده سازی کنیم. تو این الگو ما میخوایم یک شخصیت سلبریتی رو فرض کنیم که فن یا طرفدارهای اون قرار از توییت هایی که میکنه مطلع بشن و این کار رو میخوایم با الگوی طراحی Observer پیاده سازی کنیم. یعنی هر وقتشون توییتی انجام داد به اینها خودکار اعلام بشه، اونایی که رجیستر کردن پیش این سلبریتی، که آقا من این توییت رو انجام دادم. خب نمودار UMLش رو بخوایم بررسی کنیم چجوریه؟ یه سری افراد فن داریم که همون کانکریت کلاس های ما هستن و متد آپدیت که از این واسطه ابزرور ارث بری کردن و ما اینجا یه دونه واسطه دیگه داریم تحت عنوان سابجکت. خب این واسطه سابجکت ابزرور کالکشن داره و متدهای رجیستر، آن رجیستر و نوتیفای ابزرورز.
اگه توی برنامه‌تون فقط یه پابلیشر دارین، میتونین از این واسط صرف نظر کنین و همه این متدها توی کلاس اون پابلیشرتون بذارین. ولی اگه چند تا پابلیشر دارین و میخواین همه یه سبک و سیاق داشته باشن، پس میتونین سابجکتتون رو تحت اون یک اینترفیس در نظر بگیرین و اون رو در پابلیشر هاتون پیاده سازی کنین. خب بریم سر وقت پیاده سازی این مثال در زبان‌های برنامه‌نویسی. خب به محیط اینتلیجنت میام تا الگوی طراحی ابزرور رو بر اساس مثالی که در اسلاید ها با هم بررسی کردیم در زبان جاوا پیاده سازی کنیم. JDK برای الگوی طراحی ابزرور یک کلاس و واسط رو در اختیار ما قرار میده که اگر به اسلاید ها رجوع کنیم، اون کلاس سابجکت و واسط ابزرور رو ما دیگه نیازی نیست پیاده سازی کنیم. البته همین کار رو هم در صورتی که ویدیو طولانی نشه به صورت دستی انجام میدیم تا ببینیم که اگر بخوایم کاملا خودمون کنترل اوضاع رو در دست داشته باشیم به چه صورت هستش. اما اول کار من میخوام از قابلیت های خود جاوا برای این کار استفاده کنم. پس وقتی من اون دوتا واسط و کلاس رو دارم، دیگه باید برم سراغ پابلیشر ها و سابسکرایبر ها. خب اولین کار من اینه که پابلیشر هم اضافه کنم. پابلیشر من قرار شد یک کلاس باشه به نام سلبریتی که قرار یه توییت انجام بده. خب کلاس سلبریتی قرار از کلاسی به نام ابزرور ارث بری کنه. اینجا اکستند داریم بچه ها، حواستون باشه توی کانکریت کلاس ها ایمپلمنت داریم observable از پکیج java.util. خب این کلاس توی خودش یه سری آیتم هایی داره که الان بررسی میکنه چی هستن و به ما خیلی کمک میکنه و حجم کد نویسیمون رو کم میکنه. من یه کانستراکتور میخوام و توی کانستراکتور میخوام برای سلبریتی یه نیم بگیرم که حالا برای نیمه رو میخوایم استفاده کنیم ازش. public string name و همین کار رو هم اینجا انجام میدم، میگم که پارامتر بردی من نیم هستش و این نیمه رو بیا بذارش داخل نیمی که تو کلاس هست. مصاحبا نیم مصاحبا. خب یه دونه چیزم برای این من گتر هم ببینم، حالا ستر فعلا نمیخوام، گت نیم. خب اینجا دقت کنید چند تا متد من میخوام بهتون نشون بدم. یکی اد ابزرور هستش. اگه من کلاسی داشته باشم که واسط ابزرور جاوا رو ایمپلمنت کرده باشه، من میتونم اینجا خیلی راحت به عنوان یک حالت سابسکرایبر به خودم اضافهش کنم. متد بعدی دیلیت ابزرور که یه شی بهم میده، یا میتونم بگم دیلیت ابزرورز کلا همه رو حذف کن. متد بعدی نوتیفای ابزرورز هستش، یا میتونم اینجا با یه آبجکت فراخوانیش کنم، یا این حالت عادی که بگم خودش کلا فراخوان اینجا یه پارامتر هم بهش ارسال کنم. خب این متد حالت عادی بچا کار نمیکنه. من حتما و قبلش میام یه set change فراخوانی کنم. وقتی من یه تغییری میدم set change رو میزنم قبل از نوتیفای کردن، میگم که حواست باشه من یه تغییری کردم، اگه نوتیفای کردم برو به ابزرور ها اطلاع رسانی کن. اوکی خب این کارو میخوام ببینیم چه جوریه. من یه متد دارم public void tweet. این توییت استرینگ از من میگیره تحت عنوان مسیج. میخوام این مسیج رو توییت کنم. خب وقتی مسیج رو توییت میکنم، اولین کار اینه که خودم میخوام بنویسمش. اس اوت میکنم، میگم که همین آقای سلبریتی که داشتیم نیم پلاس اینجا میگیم سد مسیج. خب من مسیجی که اومده چون قراره به اشیای دیگه اطلاع رسانی کنم و ابزرور های دیگه، دو تا راهکار دارم. یا اینجا میتونم بگم آقا یه set change بکن و بعد بیا بگو notify observers و این مسیج رو همراهش ارسال کنم. بیا این مسیج براشون ارسال میشه. راهکار دوم چیه؟ میتونم اینجا یه دونه متغیر محلی بگیرم private string message و یه دونه براش چیکار کنم؟ getter تعریف کنم. و اینجا وقتی که میخوام نوتیفای کنم میگم نه اینو نمیخوای بفرستی. چرا؟ چون بچه توی ابزرور پترنی که جاوا در اختیار ما قرار میده، توی کانکریت کلاس ها من یه نمونه از این کلاس رو دارم حتما، اصلا شک نکنه. وقتی نوتیفای میکنم خودش رو به عنوان اینستنس میفرسته برای اون ابزرور من. پس من اونجا میتونم اونو کست کنم و از این متد استفاده کنم. حالا ما هر دو راه رو میخوایم استفاده کنیم. میگم که خب بیا مسیج هم بده بره که اونجا بعد از این روش هم میخوام استفاده. ولی شما از یکیش بیشتر لازم نیست استفاده کنید. من این کلاس پابلیشرم رو ساختم. بریم سراغ کانکریت کلاس هامون. من کانکریت کلاس ها رو دو تا ایجاد میکنم. کانکریت کلاس A و کانکریت کلاس B. میخوام نشون بدیم که وقتی من ابزرور هستم نیاز نیست همش از یک نوع باشم. فقط کافی من ابزرور باشم. کانکریت کلاس B. خب هر دو اینها باید چی رو ارث برای ایمپلمنت کنن؟ ابزرور
ابزروری که توی جاوا دات یوتیل هستش رو. خب من اگه ایمپلمنت متد اینو انجام بدم، این متد آپدیت داره که یه دونه ابزروبل داره و یه دونه آبجکت، گفتیم این که حتما هست و آبجکت هم من میتونم بهش ارسال کنم که حالا ما این کارو کردیم. خب همین کارو توی کلاس ای هم انجام میدم، میگم که ایمپلمنت کن ابزرور رو توی جاوا دات یوتیل و متد آپدیتش هم فراخوان. خب چیزام اینجا میگیریم پرایوت استرینگ، نیم هم اینجا میگیرم، من ابزرورم بعد نیم هم داشته باشه. خب یه کانستراکتور هم که بهش خواهیم داد قاعدتا نیم رو بهش میدیم و اینجا وقتی که آپدیت فراخوانی میشه اس اوت میکنیم. خب چه اس اوت کن؟ اس اوت رو میخوایم بالا یه دونه استرینگ مسیج داشته باشیم، میگیم که استرینگ مسیج من قرار چاپ کنی یه چیزی هست. خب قبل از اینکه چاپ کنیم من میخوام بگم که این کاربر فعلی من یا این فالووری که من دارم چه پیامی از چه سلبریتی گرفته. خب پیام رو ما گفتیم اینجا میتونیم ارسال کنیم، حالا یه وقتی هم ممکن ارسال نکنیم، میخوام از خودش یه ابزرویبلمون اینو برداریم. بعد میتونیم چیکار کنیم اینجا؟ بعد این ابزرویبل رو من کستش کنم به اون چه سلبریتی. پس بگم من یه سلبریتی دارم، سی مصاحبا سلبریتی دات او کستش کنیم به اون. حالا اینجا میگم که پیامی که داری از تابع فرمت استفاده میکنیم که اون پایین شلوغ نشه. اسم کلاس هم اینجا با یه ای مشخص کنم که با اون کانکریت کلاسه بعدا میخوام مجزا باشه. میگم که اسم خودم رو بزن received، حالا اون توییته درصد s from درصد s اون آقای سلبریتی. خب اینجا میشه چی؟ میگم نیم خودم رو بده کاما، مسیج هم که توی پارامتر arg هستش dot to string و c dot get name. حالا get message هم داریم که تو کلاس دوم از این get message استفاده میکنه. برجام کافی بگم که مسیج رو برای من چاپ کن. خب ما توی ابزرویبلی که خودمون پیاده سازی میکنیم میتونیم بچه اینو دیگه نداشته باشه، یعنی شیو بهش پاس بدیم اینجا بخوایم کست کنیم، میتونیم همجور اینجا پارامترها رو پشت سر هم بدیم که یکی از مزیت‌هایی که خودمون کنترلمون رو در دست بگیریم. خب من همین کلاس رو کپی میکنم برای که دیگه زیاد وقت گیر نشه، میام توی سلبه که توی کانکریت کلاس بی پاک میکنیم، میگیم پیست. خب اینجا فقط کافی من بگم که شما کانستراکتور این هست و اینجا بی بی و اینجا دیگه مسیج رو نمیخوام از آرگ بردارم، میگم که برو سی دات گت مسیج رو فراخوانی کن. خب من کارم انجام دادم توی کانکریت کلاس ها و پابلیشر خودم. میام توی کلاس مین. خب من دو تا سلبریتی میخوام و چند تا فالوور. میگم من از کلاس سلبریتی یه دونه سلب یک برای من بساز، مصاحبه نیو سلبریتی اسمش هم بذار سلب یک. خب سلب دو رو هم ایجاد کن بی زحمت. حالا چند تا فالوور هم میخوام، کانکریت کلاس A فالوور 1 مصاحبه نیو کانکریت کلاس A اسمش هم بذار فالوور 1. خب دو تا فالوور دیگه من میخوام، فالوور 3 از همون کانکریت کلاس 1 باشه، اما فالوور 2 رو میخوام از کانکریت کلاس B بگیرم. B خب اینجا میگیم چی؟ نیو کانکریت کلاس بی هم اینجا باید بزن. خب میگه آقای سلب یک دات اد ابزرور کن، میگه کیو؟ میگم آقای فالوور یک میخواد شما رو دنبال کنه، حالا فالوور دو هم شما رو دنبال میکنه. همین کپی کن بیا بگو فالوور سه سلبریتی دو رو فالو میکنم و برمیزم. حالا کاری که میکنم میگم که سلب یک دات توییت میخواد بکنه مسیج یکش رو و پشت سرش سلب دو هم میخواد توییت کنه، میخواد توییت کنه مسیج یکش رو. یک کوچولو برگردم به کلاس سلبریتی، اونجا این دوتا رو گذاشتیم، آره نیم هم گذاشتیم. خب بعد از این کار بیایم یه دونه اس اوت کنیم، سپریتور هم بدیم، میگم که آقای سلب یک دات ریموف کن دات دیلیت کن ابزرور تو، فالوور یک دیگه شما رو دنبال نمی کن و دیلیتش کن و بیا به سلب دو اضافش کن اد ابزرور فالوور یک و بعد دوباره بیاید مسیج های دوتون هم توییت کنید، دو و خب اجرا کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. البته قبل از اون فقط یه کار دیگه باید انجام بدیم توی مسیج، توی تابه توییت سلبریتی من باید این مسیج رو توی مسیج من بزنم چون دارم از گت مسیج استفاده میکنم، اونجا یه شینال برنگردم. خب برمیگردیم به مین و اجرا میکنیم برنامه رو.
خواهی دقت کنید که مسیج یک از سلبریتی یک اومده، فالوور دو و فالوور یک اونو دریافت کردن و بعد مسیج یک از سلبریتی دو، هر دو فالووری که اونو دنبال میکردن پیامو دریافت کردن و بعد من اومدم چیکار کردم؟ ابزرور فالوور یک رو از سلبریتی یک حذف کردم و به سلبریتی دو اضافش کردم. پس اینجا وقتی مسیج دو میاد فقط یه نفر میگیره، اما مسیج دو ایشون رو سه نفر میگیرن و یک هم جدیدا اونو میگیره. حالا ترتیب اینها درونی خود اون شی ابزرویبل جاوا هستش و ما نمیدونیم به چه صورته، اما انتظار داریم که وقتی ما اینها رو به ترتیب اد میکنیم گزینه فالوور یک آخرین نفر رو دریافت کنه. که اگر اینها به صورت دستی ما اجرا کنیم، یعنی پترن ابزرور خودمون دستی ایمپلمنت کنیم، این مشکل هم حل میشه. حالا البته مشکل خاصی نیستش، زیاد چیز حادی نیست که بخوایم به خاطرش کد نویسی کنیم. خب با توجه به اینکه طول ویدیو داره زیاد میشه، من نحوه ایمپلمنت کردن ابزرور پترن به صورت کاملا دستی رو در یک جلسه مجزا براتون ارائه میکنم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنید و مورد توجهتون قرار بگیره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.